ای مزور چشم بکشا و ببین، چند گویی می ندانم آن و این. از قبای زرق و محرومی برا، در جهان حی و قیومی درا. تا نمی بینم همی بینم شود، بین ندانم هات می دانم بود. این ابیاتی که مولانا در این بخش آورده تا قبل از داستان استدعای امیر ترک مخمور، ابهاماتی داره دست کم برای بنده و روشن نیست مولوی در اینجا ذهنش چگونه کار میکرد. واقعا هم ممکنه بگیم خانه دلش آتش گرفته و ارتباط ابیات قدری با قبل و بعدش گسسته میشه. نمیدونیم خطابش با کیست، چه کسی چه چیزی رو در نظر آورده، مخصوصا که کلمه مزور رو به کار نبرد. مزور اینه کسی که اهل تزویره و اهل تقلبه به اصطلاح. اما این مزور کسی است که ضمناً یک تکیه کلامی هم داره، میگه اینو نمیدونم اونو نمیدونم، یعنی شکاک. خب این مزور میتونه خطاب به عقل باشه، چون سرچشمه تزویرها عقل دیگه. تزویر و مکر و تقلب از کارهای عقل، کسی که عقل شیطانیشو به کار میاندازه تزویر میکنه. اما ساده لوح نمیتونه دقل بازی کنه، مکر کنه، تزویر کنه، همه چیز رو راست میگه. پس میتونه خطابش به عقل باشه، میتونه خطابش به عقلا باشه و خصوصا فلاسفه و خصوصا فلاسفه شکاک که میگن خب ما یقین نداریم و همه چیز ظنیه و احتمالیست و نمیتوان به قطع و یقین در کل چیزی قضاوت کرد و حتی خدا رو هم نمیشناسیم و یا کم میشناسیم و امثال اینا. حالا پیش بریم ببینیم آیا این فرضیه درسته یا نه. عرض کردم اینجا ابیات مولانا اونطوری که باید شاید روشن نیست، شفاف نیست. ای مزور چشم بکشا و ببین، چند گویی می ندانم آن و این. از وبای زرق و محرومی برا، وبا یعنی بلا، البته وبای بیماری خاصی است، ولی گذشتگان وبا رو که به کار می بردن به معنای عام کلمه به کار می بردن، یعنی بیماری. از بیماری زرق، زرق یعنی چی؟ یعنی همون تزویر. زراق یعنی آدم مرائی، آدم ریاکار. از وبای زرق و محرومی تو ای مزور دو تا بلا داری، دو بیماری مبتلا. یکی بیماری زرق، دیگری محرومیت. محرومیت از چیه؟ از ندیدن معشوق، از نرسیدن به یقین و از محرومیت از وصال. خب از وبای زرق و محرومی برا، در جهان حی و قیومی درا. خب این خیلی حرفه. خب حی و قیوم که صفات باریست، حی یعنی زنده و قیوم هم یعنی برپا دارنده. خداوند حی و قیوم است، یعنی خودی زنده است و برپا دارنده عالم است. جهان حی و قیوم یعنی چی؟ در اینکه این جهان رو خدای حی و قیوم آفریده که بحثی نیست، نزد خداشناسان بحثی نیست، ولی ما به جهان نمیگیم جهان حی و قیوم. جهان حی و قیومی یک معنای دقیق تر داره، یعنی اصلا این جهان رو تو باید زنده ببینی، این جهان رو باید زنده ببینی. اون صفت حیات باری تعالی بر همه چیز گسترده است. ما چیز مرده نداریم، در این قدر نداریم، همچنان که چیز معدوم نداریم. معدوم که معدوم دیگه. جهان حی و قیومی تو یعنی وقتی الان مرده ای که دوچار محرومیتی، دوچار اون بیماری های زرقی، تو بیا بیرون از اینها، بیا وارد جهان حی و قیوم بشو. اولا بفهم که قائم به یک موجود دیگری هستی و خداوند قیوم تو. ثانیا اصلا بدان که حیات تو شعبه ای و شعله ای از حیات حضرت باریست. این رو بهش میگن توحید صفاتی. ببینید ما یه توحید افعالی داریم، یه توحید صفاتی داریم، یه توحید ذاتی داریم، مطابق نظر حکیمان و عارفان. توحید ذاتی یعنی خداوند یکیست، توحید صفاتی یعنی هر صفتی نیکی که در این عالم میبینید در واقع صفت خداوند در اصل، مثل حیات، مثل زیبایی،
زیبایی، هر زیبایی پرتوی از زیبایی خداونده. هیچ چیزی بدون اتصال به خدا زیبا نمیشه. زشت نمونی که زیبایی نداره یا زیبایی کم داره. بنابراین اصل در عالم زیبایی است و درجات زیبایی. اصل در عالم حیات است و درجات حیات. این رو بهش میگن توحید صفاتی. یعنی هر وصف نیکویی که در این عالم میبینی اون وصف خداوند است. و سومی هم توحید افعالی است. یعنی هر کاری در این جهان میشود فاعلش خداوند است. فاعلش خداوند است. و همون که یک اصل یک نمونش این بود که به پیامبر گفت ما رمیت ایز رمیت ولکن الله رما، یا به قول سعدی گرچه تیر از کمان همی گذرد از کماندار بیند اهل خرد. در این جهان ما فقط کمانها رو میبینیم که تیر از اینها خارج میشه. این کمانها چی هست؟ همین قوانین طبیعت و اینا هستن که کار میکنه. این کمان چیه؟ این دارو که من میخورم برای که احوالم بهتر میشه. این کمان چیه؟ اون محاسباتی که ما میکنیم برای اینکه هواپیما بر هوا بماند و حرکت کنه. ولی این فقط مال چشم حس بین است و چشم محروم است، به تعبیر مولانا چشم بیمار است که فراتر از دیدن کمان نمی رود. ولی گرچه تیر از کمان همی گذرد از کماندار بیند اهل خرد. این کمان در دست یک کمانداره. اگه اون نکشه، مثلا اگر اون کمان رو نیافریده باشه، نه کمانیست، نه تیریست، نه کشیدنیست، نه رها شدنیست، نه به هدف خوردنیست، هیچ. مسئله این است. اونو بهش میگن توحید افعالی. یعنی همه فعلها فعل خداوند است ولی از مجاری خودش جاری میشه.